نیروگاه اتمی زاپوریژیا، اولین نقطه در اوکراین که هر تغییری در آن نشان دهنده شدت یا کاهش تب جنگ در این کشور است. تنها به این جهت که هر صدمه جدی به بزرگترین نیروگاه اتمی اوکراین تبعاتی گسترده و جهانی دارد. به نظر می رسد تب این جنگ دوباره در حال شدت گرفتن است. دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به تحرکات نظامی روسیه در انرهودار، شهر مجاور این نیروگاه، به شدت ابراز نگرانی کرده است. بنابر گزارش‌ها، نیروهای ارتش روسیه که انرهودار را تصرف کرده‌اند، تخلیه غیر نظامیان از 18 شهرک را آغاز کرده‌اند. در حالی که به گفته آژانس، اکثر کارکنان این نیروگاه و خانواده‌هایشان در این شهر ساکنند. اما نقطه دوم، شهر آزاد شده خرسون است که یکی دیگر از کانون تحولات روزهای اخیر بوده. مقام‌های اوکراینی در این شهر از غروب جمعه تا صبح دوشنبه محدودیت رفت و آمد برقرار کردند. یا به عبارتی محدودیتی 58 ساعته در خرسون که قطعاً برای مردم مشکل ساز اما در عین حال قابل درک بوده. اکثر مردم وضع فعلی رو درک می‌کنن. مقررات منع رفت و آمد مورد نیاز ارتش ماست. اگه غیر نظامیان کمتری در خرسون بودن بهتر میشد، چون که با ادامه گلوله باران مردم بیشتری کشته میشن. روزها میدونن کجاها رو هدف بگیرن. اونا 9 ماه اینجا بودن و از محل اماکن پرجمعیت خبر دارن، به همین خاطر اونجاها رو میزنن. بنابراین اگر اوضاع داره وخیم میشه، مردم میفهمن که لازمه در خونه بمونن. اما این ممنوعیت طولانی کاملا غیر معمول و بی سابقه بود. مقامات محلی در مورد دلیل منع آمده شد اطلاعات چندانی اعلام نکردند. امریکا به گمان زنی ها در این رابطه که قرار است این شهر به عنوان نقطه شروعی برای ضد حمله مورد استفاده قرار گیرد، دامن زده است. و در نهایت باخموت، شهری که تحت محاصره روسیه قرار دارد، سومین کانون اصلی درگیری دو طرف است. با وجود تلاش‌های فراوان روسیه، باخموت هنوز اشغال نشده. تا جایی که صدای اعتراض یوگنی پریگوژین، رئیس شبه نظامیان گروه واگنر را که در این شهر می‌جنگند، درآورده. شکایت او از کمبود مهمات کار را به جایی رسانده که مقامات روس را به خروج نیروهایش از این منطقه تهدید کرده. هرچند به نظر می رسد روسیه ممکن است به نیروهای نیابتی دیگری روی بیاورد. جنگجویان چچن. ما منابع لازم رو برای جایگزینی با هر نیرویی که ناتوان شده باشه رو داریم. ما پیشاپیش طرح‌ریزی استراتژیمون رو با وزارت دفاع شروع کردیم. آیا این تحولات نشانه آن است که در یکی از این سه جبهه قرار است ضد حمله ای از سوی اوکراین صورت گیرد؟ نه لزوماً. زیرا آنگونه که مقامات ارشد اوکراینی در مصاحبه با واشنگتن پست گفتند، آنها نگران اینند که ضد حمله مورد اشاره ممکن است دستاوردهایی به مراتب پایین تر از سطح انتظارات فعلی داشته باشد. به همین سبب آغاز ضد حمله گسترده از سوی اوکراین، آن هم در آینده نزدیک، تصوری است که با واقعیت فاصله ای طولانی دارد. محسن ایزدی، لندن.